و اکنون موج تغییر در خاورمیانه نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرها و تحولات در لیبی. شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحاد هیئت‌های مسلمین جهان از ملت‌ها و دولت‌های عربی خواست تا در کنار ملت لیبی بایستند. سه دیپلمات لیبی در سوئد در اعتراض به سرکوب مردم استعفا دادند. سفارت لیبی در استرالیا ارتباطش را با دولت لیبی قطع کرد. سفارت لیبی در مالزی کشتار جنایتکارانه علیه معترضین را محکوم کرد و به صفوف قیام کنندگان پیوست. تظاهر کنندگان لیبیایی در دوحه خواستار پایان دادن به سرکوب مردم شدند. قاسم ناجعه سرهنگ دوم خلبان لیبی گفت تعداد زیادی از افسران طی روزهای اخیر سرنیز شدند. وزارت خارجه قطر استفاده از هواپیما برای بمباران مردم را محکوم کرد. امیر قطر با دبیر کل سازمان ملل تماس گرفت و خواهان اتخاذ موضع شورای امنیت در مورد وقایع خونین لیبی شد. و رویتر گفت ارتش مصر نیروهایش در مرز با لیبی را گسترش داده است. سفیر لیبی در هند که استعفا داده گفت عناصر آفریقایی از قذافی حمایت می کنند. سفیر لیبی در هند گفت هواپیماها شهروندان را در ترابلوس بمباران می کنند. رویتر گزارش کرد شهروندان تأکید می کنند که شب گذشته در ترابلوس کشتار شده است. قذافی به طور ناگهانی در تلویزیون لیبی ظاهر شد و تکذیب کرد که کشور را ترک کرده است. و رویتر به نقل از وزیر خارجه مصر گفت باند فرودگاه بنغازی در لیبی تخریب شده و هواپیماها نمی توانند به زمین بنشینند. و اما گزارشی از تلویزیون CNN. CNN گفت چیزی که بسیار آزاردهنده می باشد این است که در پایتخت لیبی ما تقریبا کور هستیم و نمی توانیم وقایع را با چشم ببینیم. خدمات تلفنی از کار افتادند. به نظر می رسد که رژیم حاکم در لیبی دارد برخی از تاکتیک های حسنی مبارک در روزهای اخیر حکومتش را به کار می گیرد. این تاکتیک ها شامل قطع کردن اینترنت و خدمات تلفن موبایل می باشد. همچنین باید گفت برخی از گزارشاتی که از لیبی به بیرون منتشر شده بسیار نگران کننده است. به عنوان مثال در سایت یکی از روزنامه‌های لیبی فردی گزارش کرد که شاهد آتش گشودن گروه‌های مزدور آفریقایی بر روی تظاهرکنندگان غیر نظامی در شرق ترابلوس بوده است. ما همچنین گزارشاتی از سوی فعالان اپوزیسیون شنیده‌ایم که ناوگان‌های هلیکوپتربر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. دو خلبان جنگی لیبی با هواپیماهای خود در کشور مالت که یک کشور جزیره‌ای است فرود آمدند. یک منبع دولتی در کشور مالت به CNN گفت آنها بعد از آنکه فرمان آتش گشودن بر روی شهروندان عادی در لیبی را دریافت کردند مخالفت کرده و در مالت فرود آمدند. این منبع همچنین گفت که هر دو هواپیما مسلح به بمب و تیربار بودند و تمامی مهمات آنها پر بود. مقامات دولت آمریکا به CNN گفتند در 36 ساعت گذشته در لیبی نیروی هوایی مورد استفاده قرار گرفته و این عمل باعث شوکه شدن رهبران منطقه شده است. باز هم خبرهایی از تلویزیون الجزیره. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد خواهان یک تحقیق بین المللی مستقل در مورد اعمال خشونت‌آمیز در لیبی شد. عبدالله الفیتوری روزنامه‌نگار گفت که عبدالفتاح یونس مسئول امنیت بنغازی دستگیر شده است. قذافی گفت من برخلاف آنچه که مغرضین میگویند در ترابلوس هستم و نه در ونزوئلا. یک فعال سیاسی لیبی به الجزیره گفت یک سرتیب ارتش لیبی به نام عبدالرحمن زید دستگیر شده و تمامی ارتباطاتش قطع شده است. دانشجویان لیبیایی در پاریس به مقر خبرگزاری اخبار لیبی در این شهر حمله کردند. آدمیرال مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از رهبران لیبی خواست که بحران کنونی را مسالمت‌آمیز حل کنند و خواستهای مردم بدون توسل به خشونت و کشتار پاسخ داده شود.
نخست وزیر ترکیه به نظام لیبی به خاطر ایستادن در برابر خواست مردم هشدار داد. سعید عیسی، یک فعال سیاسی از طرابلس، به الجزیره گفت حملات پی در پی نیروهای دولتی در این شهر هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این فعال سیاسی تاکید کرد که یکی از سرتیپ‌های ارتش دیروز در یک تلاش علیه حکومت لیبی شکست خورده و دستگیر شده است. الحمدلله.